بسم الله الرحمن الرحیم با سلام وقت و وقت بخیر بیننده و شنونده سنترال افغانستان از سن امروز 28 جنوری 2024 میلادی و برابر با 8 دلوه سال 1402 هجری شمسی است توجه شما را جلب میکنم به مهمترین خبرهای افغانستان اگر از درچه فیسبوک بیننده هستین به اشتراک بمانین و اگر در یوتیوب به جمع پای وستین لطفا سبسکرایب کنید وزارت خارجه طالبان اعلام کرده است که این گروه روز دوشنبه نهم دل یعنی فردا در کابل میزبان نشست ابتکار همکاری منطقه افغانستان خواهد بود این وزارت در بیانیه نوشته است که سفیران و نمایندگان ویژه کشورهای همسایه و منطقه در این نشست شرکت خان کرد بر اساس بیانیه وزارت خارجه طالبان در این نشست در مورد توسعه همکاریهای منطقه میان افغانستان و کشورهای منطقه بحث و تبادل نظر خواهد شد همچنان گفته شده است که طالبان میخواهد در این نشست راههای تعامل منطقه مبتنی بر منافع مشترک احترام متقابل و همچنین فرصتهای ارتباطی و ترانزیتی منطقه ای را مورد بحث قرار دهد ده قبلا شمار مقام های روسی و ایرانی تایید کرده بودند که قرار است نشست با میزبانی طالبان در کابل برگزار شود. از هم قرار است که سازمان ملل متحد به تاریخ 29 و دلو نشست را در دوحه برگزار کند. آن هم با محور افغانستان و با حضور نمایندگان ویژه کشورهای مختلف در امور افغانستان. در این نشست گفته شده است که طالبان و زنان نیز دعوت شده و قرار است که در آن نشست شرکت کنند. گروه اتحاد ملی افغانستان روز یکشنبه با پخش اعلامی از دعوت زنان به نشست سازمان ملل متحد استقبال کرده و خواستار عدم تعامل جهان با طالبان شده است این گروه روز یکشنبه 8 دلو در اعلامی نوشته است که طالبان باید پاسخگوی اعمال خود در برابر زنان و دختران افغانستان باشند بر پایه اعلامی اعلامیه اشتراک کنندگان نشست دوها باید از نمایندگان سرگذار نهادها انتخاب شوند در اعلامیه همچنان تاکید شده است که برای حل بحران جاری در افغانستان که ناشی از حضور طالبان است باید تصمیم های عملی و قطعی اتخاذ شود فعالان زن همچنان از اشتراک کنندگان نشست دوها که قرار است در تاریخ 29 و سی دل و برگزار شود خواستند که طالبان را در فهرست سیاه سازمان ملل متحد نگه دارند روزنامه هندی سیندیگاردین گزارش کرده است که پاکستان از طریق مرز دیورن اعضای دایش را وارد افغانستان میکند. در گزارش ادعا شده است که درگیری اخیر میان طالبان و مرزبانان پاکستانی در کنر با این هدف صورت گرفته بود که در جریان درگیری نیروهای دایش وارد افغانستان میشدند. این روزنامه هندی نوشته است که احسان الله احسان سخنگوی سابق تحریک طالبان پاکستانی و یک مقام طالبان افغانستان نیز این اطلاعات را به روزنامه سیندیگاردین تایید کرده است. در گزارش آمده است که طالبان و پاکستان به تاریخ سی جدی در ولسوالی سرکانی ولایت کنر با همدیگر درگیر شدند علت آن نیز این بود که پاکستانی ها میخواستند فکر طالبان را به سمت دیگر کشاند تا بتواند اعضای دایش را وارد افغانستان کنند احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان گفته است که جهان انتظار دارد که مردم افغانستان در برابر طالبان مبارزه کند آقای مسعود این سخنان را در یک نوار تصویری که روز یک شنبه هشتم دل در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود در جریان سخنرانیش تا یک نشست آنلاین در لندن بیان کرده است و افزوده است که به هیچ عنوان گروهها و کشورها ادامه شرایط کنونی را قبول ندارند اما در این حال منتظر و علاقهمند هستند که ببینند در داخل افغانستان حرکتها و فعالیتهای مردم و جریانهای سیاسی به کدام سمت می رود. و گفته آقای مسعود شهروندان کشور برای بیرون شدن از شرایط کنونی باید به هر شکل ممکن دور همدیگر جمع شوند. در خارج از کشور حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در رأس یک هیئت بلندپایه عازم پاکستان شد این اولین سفر مقام های رسمی دو کشور پس از تنشهای اخیر و راکت باران بر مرزهای همدیگر است خبرگزاری ارنا با نشر گزارش نوشته که وی روز یکشنبه 28 جنوری تهران را به مقصد اسلام آباد پایتخت پاکستان ترک کرده است این در حال است که دیروز گزارش شده بود برخی رسانه های پاکستانی و ایرانی گزارش کرده بودند که عباس جیلانی وزیر خارجه موقت پاکستان از همتای ایرانیش دعوت به عمل آورده است در روزهای اخیر روابط بیان ایران و پاکستان پرتنش بود به حدی حد که هر دو کشور سفیران همدیگر را اخراج کردند اما سه روز پیش سفیران ایران و پاکستان دوباره به وظایفشان برگشتند از همراهتان با افغانستان جهان سپاس تا درود دیگر بدرود